قسمت 89. ادای منو در میاری؟ فرشش پانسد چونه از حرف نداره، هم خوش نقشه هم قیمتش مناسبه. بگم براتون بار بزنن بیارن در خانه؟ اجازه بدین اول با عیارم مشورت کنم، بعدم خدمتتون میرسم. روز خوش. اجازه بدین اول با ایالم مشورت کنم. حالم بد میشه از این مردای بیجنه. آخه مردم اینقدر سلام بابا فرهنگ. سلام، یه قل دوقل خودم. یعنی چی یه قل دوقل؟ مگه تو یه قل از دوقلوهای من نیستی؟ فهمیدم. پس کو ظرف نوهر پشتت قایم کردی؟ مامان کار داشت، چیزی درست نکرده بود، گفت امروز نهار از بیرون یه چیزی بخریم بخوری. دستش درد نکنه، خوب شد گفت. حالا باید کلی پول بدیم. بابایی بریم کبابی ابو عباس. بابایی بریم کبابی ابو عباس، نخیر نمی شود. سلام ابو سقوه. بسام علیکم آق فرهنگ. سلام ابو جان. سلام عمو جون، خوش اومدی. عباس جان چند سیخ از اون کوبیده های مخصوصت واسه ما بذار رو آتش. ای به چشم، ولی یه شرط داره. چه شرطی های وی؟ باز واسه اون ادای امیر قصابو دراری. ولی آخر، ولی اگه بفهمه چی؟ حرفو میزنی ها، از کجا بفهمه؟ زود باش دیگه، ناز نکن. نه ترس، ما چیزی بهش نمیگیم. کجای این گوش چربی داره؟ گیر دادی ها؟ اینا که میبینی دنبست خاصیت داره. من خودم روزی 10 کیلو دنبه میخورم، هیچیم نیست خودرشو هیکل نگاه. تشویق خواهش میکنیم. قربان شما، من متعلق به همه تونم. این کارتون خیلی زشته، شاید اومد خدا راضی نباشه ازشو در بیاریم. بابا جان بی خیالمو، یه بار که اشکالی نداره، ولی اینجور که بوش میاد این کارتون سابقه داره اینجا. بوی چی میاد؟ آم بوی کباب میاد. بفرمایین آقا فرهنگ، کبابتون حاضره. قربان شما. امان و صد امان از این روزگار. حسابی دیرم شد. ای وای، زنگ خورده. اگه خانم نازم منو ببینه کارم ساخته است. ایست، کجا بودی تا حالا؟ خانم اجازه. خانم سلام، دیر اومدی، زودم میخوای بری سر کلاسه؟ خانم اجازه، ما آقا پوریا، دیر اومدن سر کلاس باعث بی‌انضباطی مدرسه میشه. اینجوری به درست که نمیرسی هیچ، حواس بقیه بچه هارم موقع رفتم سر کلاس پرت میکنی. خانم اجازه ببخشی. این بار به خاطر اینکه نمیخوام از درسات عقب بمونی اجازه میدم بری سر کلاست، ولی اگه بازم تکرار بشه از والدینت میخوام بیان مدرسه. فهمیدی؟ بله خانم. حالا بفرمایید سر کلاس. چشم خانم. زیداش دیگه، زیداش. آخه خانم نازم بیاد چی؟ نه تشت بابا، خانم نازم حالا تو دفتر حواسی به ما نیست که. زود باش شروع کن. زود باش دیگه بابا. زود باش دیگه، همه منتظریم. بچه های عزیز، تکانی بدون رو انجام بدید، یادتون نره. نگاه کن، بازم این آقا پوریا معرکه گرفتیم. این خودش بود. آیا میتونی عجای خود خانم نازم هم دریاری؟ ساکت، دیر اومدن باعث بی‌انضباطی مدرسه میشه، به درست هم نمیرسی. دان بسر بیا جلو ببینم، دیر اومدی، زودم بخوای گشی به دان ببری. ساکت. جا چه خبر؟ آقای اون زنگ تفریح تموم شده، بفرمایید سر کلاستون. آقا پوریا، شما هم به اجرای تئاتر رو در آوردن ادای دیگران به فکر تحصیلی علم باشین. ببخشین. به
بچه برو خونه. فهمیدی؟ نگاه کن خانه، بین خونه ابروخان شده. آفرین آفرین. بله دارم میبینم، معلومه الگوی خوبی داشته آقا فرهنگ. ببینم ادای آقا رضا رو میتونی در بیاری بی؟ این کار درست نیست آقا فرهنگ، بی فرهنگی. خیلی باحال بود، عین خودش گفتی. وی به نظر من این کار زشتیه. خانم معلم ما میگه نباید ادای دیگران رو در بیاریم و پشت سرشون مسخرشون کنیم. ادو چجوری حرف بذاری؟ خانم معلم ما میگه نباید ادای بقیه رو در آورد. چیزی نمیگی؟ ببین پوری ادای من رو در میاره. کافیه دیگه پوریا، نباید ادای خواهرتو در بیاری. پوریا نباید ادای خواهرتو در بیاری. ادای منو در میاره. آقا فرهنگ نمیخوای یه چیزی به این بچه بگی؟ پوریا نمیدونم به مادرت بی احترامی کنی یا ویا. پوریا دیگه نمیدونم به مادرت بی احترامی کنی. بیا آقا فرهنگ دامن خودمونم گرفت، حالا عوض کارای خوب مسخره بازی یاد بچه بده. خانه من که قصد بدی نداشتم، فقط میخواستم یکم بخندیم. همین پوریا برو دنبال کار درست ببینم. سوکت سوکت آبه برن تو سف. آروم بشینید بچه ها، اینجا چه خبره؟ سوکت نه خیر، مثل این که تذکر دفعه قبل و ندیده گرفتن کار غلط فایده نداشت. خانم اجازه. سکت. فردا به ولیت میگی بیاد مدرسه تا تکلیفتو مشخص کنم، فهمیدی؟ حالا چیکار کنم؟ چشم خانم، سکنجبینم میخرم. پوریا جان چرا اینجا نشستی؟ چی شده؟ آقا بزرگ شمایی؟ سلام. سلام بابا جان، پرسیدم چی شده؟ چرا اینقدر غمگینی؟ میدونید آقا بزرگ چیزم. راحت باش، حرف دلتو بزن، شاید بتونم کمکت کنم. که این تو پس ادای این و اونو در آوردم، بالاخره کار دستت داد. بله راستش من اصلا فکر نمی کردم اینجوری بشه، خیال می کردم با این کار میتونم بقیه رو خوشحال کنم. ببین پسرم، تقلید صدا و رفتار دیگران به خودی خود کار بدی نیست. کار بدی حتی نیست. میتونه کار خلاقانه و هنرمندانه ای هم باشه، اما اگه قصد مسخره کردن و توهین به اونا باشه خیلی کار ناپسند و زشتیه. حق با شماست، ولی دست خودم نیست، نمیتونم ادو در آورده رو کنار بذارم، تا این وزوزه میشم که. اولین قدم برای ترک کارهای نادرست پشیمانی و تصمیم گیری برای ترک اوناست، اینجوری ترک اون کار دیگه آسون میشه. واقعا یعنی میشه؟ بله، حضرت علی علیه السلام که از بزرگان ما هستن فرمودن پشیمانی واقعی از اشتباه مانع تکرار اون میشه. ولی حالا خانم نازمه مونو چطوری راضی کنم؟ خب البته کارت ایراد داشته، ولی من کمکت میکنم، اما به یه شرط. میدونم، قول مردونه میدم دیگه بقیه رو مسخره نکنم. خب حالا بگو ببینم ادای منو بلدی در بیاری؟ آقا بزرگ نه ترس، من ناراحت نمیشم، خودم دارم بهت میگم. ولی من قول دادم و میخوام به قولم عمل کنم. باشه، حالا که میخوای پای حرفت بایستی، من زیاد اصرار نمیکنم. حالا هم زیاد ناراحت نباش، فردا میام مدرسه با ناظمتون صحبت میکنم. حالا بخنده بخنده. قربونتون برم آقا جون، منم قول میدم دیگه هیچ کس رو مسخره نکنم. آفرین پسر گلم، آفرین. قربونش برم.